من زمانی که اومدم داخل این رسته و این سازمان عهد و پیمان بستم با خودم و با خدای خودم که گفتم وقتی میام دیگه باید همه چیز کارم و کشورم باشه. شما میایید بچه کلا سبزها با تمام عرقشون وارد این رسته میشن و روحیه شهادت طلبی و در تمام اینها شما میتونید ملاحظه بفرمایید. بچه ها از جلو و عقب حالت بگیره. چیزی به نام خواب مطلق نداریم، باید همیشه بیدار باشی. به اصطلاح خودمون میگن خواب خرگوشی، یعنی زمانی که کوچکترین صدا اومد باید لباس پوشیده وضعیت کامل بیرون با کوله و تجهیزات به خط بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناخدادوم تکاوه دریایی گروش سلیمانی، جمعی تیپ عملیات ویژه مسلمه و عقیل، مستقر در منطقه قم بندرعباس هستم. تیپ عملیات ویژه حضرت مسلمه و عقیل قابلیت و توانایی اینو داره که با تمام تجهیزات، نیرو و امکانات که در اختیار داره هر نوع ماموریتی در هوا، در روی دریا و زیر دریا و در خشکی رو انجام بده. در 12 فروردین سال 91 با توجه به ماموریت ابلاغی که به این یگان ابلاغ شد، با در حداقل زمان و بهترین امکانات و کمترین نفرات، یک کشتی تجاری که توسط دزدان دریای سومالی در آبای بین المللی و روبوده شده بودند و به سمت سومالی حرکت میکردن و طی یک عملیات متعورانه و منحصر به فرد در عرض 48 ساعت تونستیم آزاد کنیم. اینا اومده بودن نفراتی که پرسنل کشتی بودن و به عنوان گروگان بودن و به عنوان دیوار گوشتی چیده بودن و بین اینا به سمت نیروهای ایرانی که به سمت اینا حمله کرده بودن تیراندازی میکردن. اونیم که 5 روز ما تعقیبش کردیم و سرانجام امروز بهش رسیدیم. روزا دریایی هم به هیچ وجه تسلیم نمیشن. پشتیبانی کن. مواظب باش. با چنین ماموریتی و رشادت، تلاشوری، ایمان، اقتدار و از خود گذشتگی تونستیم که کشتی رو از چنگ دزدان در بیاریم، گروگان‌ها رو آزاد کنیم و کشتی و ماموله و کلیه نفرات رو به سمت جمهوری اسلامی ایران هدایت کنیم و به مقصد که بندرعباس بود تحویل بدیم و اقتدار و افتخار ملی رو برای کشور جمهوری اسلامی و برای کل جهان و جامعه اسلامی به ثبت رسونیم. حدیث و روایت هست که اگر کسی در آب و دریا شهید بشه اجر و مزدش چند برابره و ما مفتخر هستیم که عضوی از نیرو دریایی هستیم و سربازی از خیل جمع یاران آقای امام زمان هستیم. هدف من خدمت به مردمه. تو این لحظه بگم اگه از هر چیزی بگذرم ولی از هدفم نمیگذرم. باید به هدفم برسم.